لحظات دیگر شاهد نشستی خواهیم بود درباره تروریسم. بنیادهای مدنی در پاریس مشترکاً نشستی را با عنوان سومین سال روز مبارزه با تروریسم در تالار شهرداری برگزار می کنند. سخنرانان از موضوعی می گویند که حادثه و علتها را جستجو می کند و در این حال معتقدند باید چاره ساز بود. آنها پیشنهاد می کنند روزی جهانی را برای مبارزه با تروریسم برگزینند. ملکا مالکوویچ گفت تحلیل در علتها حتما ضروری است، اما بیایید ابتدا تروریسم را از هر نوعش و از هر سویی که می آید محکوم کنیم. در لابلای گفتار هر سخنران نام تعدادی از قربانیان تروریسم قرائت می شد، مانند میشل سورا، فراموش شده از لبنان که در سال 1985 ربوده شد، و یا دانیل پرل که وحشیانه در پاکستان به قتل رسید. Je pensais tout à l'heure en écoutant cette magnifique chanson qui était interprétée où on entendait ce freedom qui était chanté, on était tous en train de reprendre. فواد سیلا نماینده سابق پارلمان اروپا میگوید اگر ما توانستیم در لحظه کوتاه با ترانه‌ای خوشبختی را لمس کنیم، پاسخی است به تروریست های 11 سپتامبر تا بگوییم شما قهرمان نبودید. قهرمانان من آموزگارانی هستند که به دهات مالی در افریقا می روند تا فردا را بیاموزند. من خوشبین می مانم حتی اگر سال گذشته در کنفرانس ضد تبعیض در کشور نلسون ماندلا افریقای جنوبی آقای احمدی نژاد یهود ستیزی را تبلیغ کرد. دیگر بس است. Voilà, nous sommes 9 ans après le 9 septembre 2001. 9 ans, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est une در پایان سخنرانی خانم ملکا مالکوویچ گفت 9 سال از 11 سپتامبر می‌گذرد. زمان زیادی است. کلمه تروریسم بی‌هویت شده است. هنوز معنای واقعی کلمه را درک نکرده‌ایم. کما اینکه جهانی شدن هم در صدد برابری جهان و لائیسیته گام برداشته است. یادتان نرود. در برج‌های 11 سپتامبر قربانیان الزاماً همه مذهبی نبودند، از ملیت‌های گوناگون، درست مانند جامعه ما. Le 11 septembre est une date pour moi qui a failli faire sombrer l'humanité. و فواد سیلا نیز ادامه داد 11 سپتامبر سایه سنگینی بر تاریخ بشری انداخت، فاصله و نفاقی را به وجود آورد که نمی بایست وجود داشته باشد، جان بیگناهان را گرفت و این یعنی تروریسم. در پایان این مراسم موسیقی ادامه گفتار را به عهده داشت و حاضرین هر یک با بادکنکی از شهرداری به سمت کاخ دادگستری راهپیمایی کردند. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.